است شنبه و یک شنبه شاهد دو گرد همایی از سوی کردهای آفرین سوریه و نیز ایرانیانی بود که در همین برنامه دیرتر به آن می پردازیم. از طرف دیگر گزارش مشروع این دو گرد همایی را روز شنبه آینده در برنامه زیر آسمان پاریس مشاهده خواهید کرد. در اینجا کلیسای سن سولپیس، قدمت تاریخ و مذهب و یا تفکر و بازار کتاب و نیز فعالیت ها و گرد همایی های شهرداری همچنان در کنار هم در صحن این کلیسا زندگی می کنند. خانم جهان اعتصاب غذای خود را روز شنبه و یک شنبه برای جانبداری از مردم بی‌دفاع شهر و کشورش آغاز می کند. او همان گونه که می گوید ملیت فرانسوی دارد، اما زاد و بومش و عدالت خواهیش همیشه با اوست. بونجور، je suis جهان خان، artiste kurde d'Afrin de nationalité française. On est ici avec quelques amis kurdes pour entamer. On est en train d'entamer une grève de la faim depuis quelques jours et on a décidé aujourd'hui et demain venir devant l'église à Paris continuer notre grève de la faim. فرد دوم یک معلم است و میگوید نگرانی ها یکی دوتا نیست. او نیز حقایق تلخی برای گفتن دارد. La raison de notre présence à côté de Jihan Khan aujourd'hui parce que nous on est un seul cœur, c'est Afrin présente le cœur du Kurdistan. On disait Kirkuk c'est le cœur, mais Afrin c'est les poumons du Kurdistan. Cette petite ville, cette petite enclave, c'est le paradis. Pour moi personnellement, je suis française, pour moi c'était Paris de la Syrie. و دست آخر خانم شیرین آزادپور. کردهای سوریه در شمال سوریه اقامت دارن و 15% جمعیت کل سوریه رو که 18 میلیون و نیم جمعیت تشکیل میدن. در این منطقه کردها اقوام مختلفی هستن و مذاهب و ادیان مختلف. ترکیه به بهانه این که میخواد گروه هایی که به اصطلاح در اونجا هستن و آرامش ترکیه رو به خطر میندازن بخواد اونا رو بمباران بکنه، شهرها رو شهر افرین و اطراف اون رو بمباران کنه. اینک از همین مکان صحنه کلیسای سن سولپیس به چشمه سن میشل میرویم. آنجا صحبت از ایران است. گریزون دختر ایرون گم شده رویاهاش تو avec un foulard, un sac ou un vêtement de couleur blanche, blanc, pour dire non au voile obligatoire. امروز در اینجا جمع شدیم تا حمایت بکنیم از اعتراض زنان، اعتراضی که
بیش از 39 سال از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران آغاز شده. در همه مبارزات زنان پیشتاز بودند، حضورشون در صحنه همیشه به چشم دیده می شده. امروز هم به نوعی دیگر این زنان با برداشتن روسری خود شروع کردن و اعتراض خودشون رو نشون میدن در خیابان‌ها. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.